سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحث دیتا فریم توی پانداس و مباحثی که داشتیم دنبال میکردیم. این جلسه ابتدای جلسه میخوایم در رابطه با بحث حذف کردن ستون و ردیف صحبت بکنیم. بریم اول سراغ حذف کردن ردیف صحبت بکنیم که چجوری میتونیم ردیف حذف بکنیم از داخل در حقیقت یک دیتا فریم. خب بریم اول دیتا فریم رو ایمپورت بکنیم توی پروژمون. خب مثل قبل ایمپورت جیمز بوند سی اس وی، بعد مجدد ستون فیلم رو میکنم ایندکس، بعد سورتش هم میکنم نسبت به ایندکس جدید و این پلیسش رو میکنم تو رو. خب این دیتاییه که ما باهاش کار میکردیم تو الان. برای حذف کردن ردیف ما از دستور چی استفاده میکنیم؟ bond.drop. از دستور drop استفاده میکنیم. دستور drop باید مشخص بکنیم، یه سری پارامتر داره. اگه بخوام ردیف حذف بکنیم فقط کافیه اسم اون ردیف رو بدیم بهش. مثلا من میخوام این ردیف رو حذف کنم، فقط کافی اسم ایندکسش رو بدم. اگه اسمش اینجوری استرینگ، خب اسم میدیم. اگه عدد بود عددش رو میدیم. من اینو میرم اینجا اسمش رو به این صورت بهش میدم. نیا کن الان یه هیدم آخرش بذارم. نیا کن الان با کازینو رویال شروع شد، یعنی این ردیف رو کلن حذفش کرد. اگرم خواستید چند تا رو حذف کنید خیلی ساده، یه ویلگول میذارید و پارامتر بعدی رو بهش میده، یعنی مثلا اسم دوم یا اون در حقیقت یه لحظه بچه ها ببخشید. اسم دوم بهش میدید، فقط اینو باید داخل یه آرایه بذارید. مثلا من میخوام اینم حذف بکنم، فقط کل اینو میبرید داخل یه علامت آرایه به این صورت. الان هم حذف شد. نکته که هست اینه که بچه‌ها این دستور به خودی خود دیتا اصلی رو تغییر نمیده. اگه خواستید دیتا اصلی تغییر کنه بعد چی اضافه کنید؟ یه ایمپلیس هم بهش اضافه کنید تا دست در دیتا اصلی تغییر بکنه. من الان این کارو نمی‌کنم، فقط دستورشو می‌نویسم. خب اینو کامنتش کنیم، بریم سراغ بحث در حقیقت بعدی، یعنی حذف ستون. حتی کامنت اینجوریه فکر کنم. آره درست. خب بریم سراغ حذف ستون. این حذف ردیف بود، خیلی هم ساده. برای حذف ستون دستور رو بچه به این شکل می نویسیم. دور نویسیم bond.drop، فقط پارامترش فرق میکنم. یه سری لیبل مشخص میکنم. مثلا من میخوام دو تا ستون رو حذف کنم. یه دونه ستون باکس آفیس رو میخوام حذف کنم و ستون مثلا بودجه باشه، این آخری میخوام از کنم. کار دیگه که باید بکنیم که مشخص بکنیم که منظورمون ستونه، یعنی اکسیز رو بذاریم چه بچه ها کالمز. در اون صورته که این حذف میشه و نه نمیفهمه، میره نگاه میکنه تو ایندکس ها دنبال اینا میگرده، یعنی تو این ردیف ها دنبالش میگرده. خب حالا این اجرا کنیم ببینیم چی میشه. یا که الان بچه دو تا ستون من حذف شد، میتونید هر چند تا ستون که میخواد اینجا بدید و حذف بشه. روش دیگه بچه برای حذف کردن ستون وجود داره. یکیش استفاده دستور پاپه. یا کنید bond.pop، بعد اسمشو میدم، مثلا میگم اکتر. یا کنید این چیکار میکنه؟ این ستون رو حذف میکنه، بعد خروجی بهتون میده. میتونید بذارید داخل یه وریبل اینو. اصلا یه وریبل تعیین میکنم، اینو من اکتری میریزم داخلش.
الان اکتر من میشه یه دونه چی بچه ها؟ حتی چون یه بار قبلا هست کرد دیگه اجرا نمیکنه بچه ها. الان از تو این دیتابیس، از این دیتا فریم من، خب در حقیقت اکتر حذف شد اون دستور قبلی که اجرا کردم، برای همین الان ارور میده میگه اکتر وجود نداره. الان نگاه کن اینجا رو، نگاه کن الان اکتر دیگه نداره چون یه بار اجرا کردم. این پلیس هم نمیخواد دیگه. حواستون باشه وقتی دستور اکتر رو اجرا میکنید، دستور پاپ رو اجرا میکنید، اجرا میشه اون دستور دیتا اصلیتون، یعنی دیتا اصلی برمی داره حذفش میکنه. مثل دراپ نیستش که حتما باید این پلیس ترو بکنید تا دیتا اصلی هم تغییر بکنه. دستور بعد دستور دیله یا دیلیت باند، بعد اسم ستون رو مشخص میکنه. مثلا من ستون دایرکتور رو میخوام حذف کنم. نیا کنید دایرکتور هم حذف شد. یعنی با این دستور و دستور پاپ، پاپ کجا، پاپ پاک کردیم، کجا رفت، پاک شد. دستور دیلیت و پاپ، این دوتا در حقیقت باعث میشن که بدون نیاز به این پلیس و اینا از دیتا اصلی حذف بشن. خب چون ویدیوم خیلی طولانی نشده، بریم یه مبحث دیگر هم این جلسه رو صحبت کنیم. بس اینا رو من پاک کنم چون مبحثمون ربطی به اینا نداره. اینا پاک میکنم. خب اینو دوباره از اول اجرا کنیم. خب این دیتا اصلیمونه. خیلی مواقع پیش میاد که شما نیاز به یک سمپل از دیتا اصلیتون دارید. یعنی میگید مثلا من یه نمونه میخوام از این دیتا به من بدی. دیدید مثلا یه فرض کنید یه کیسه برنج دارید، با دست میکنید تو کیسه برنج یه مش برمیدارید، یه نمونه ازش برمیدارید. حالا این کار ما توی پانداس چجوری انجام میدیم؟ یه دستوری داریم به نام سمپل، این کار برای ما انجام میده. یا کنید باند دات سمپل بدون پارامتر ورودی چیکار میکنه؟ یه دونه به صورت رندوم یکی از ردیف ها رو بهتون میده. کنید هر دفعه اجرا میکنم یه چیز جدید بهم میده، رندومه. یه سری پارامتر داره، میشه تعداد مشخص کرد بچه ها. این من میتونم مثلا اینجا بگم n مساوی مثلا 5، 5 تا رندوم به من میده، یعنی 5 تا سمپل رندوم به من از این دیتا میده. میتونید درصد مشخص کنید با فرک فکر کنم، فرک آره فرکشن فکر کنم، مثلا بگم 30%، یعنی 30% دیتا سمپل از این به من بده. کل چند تاست بچه ها این؟ شش دست. 30% میشه چند تا؟ تقریبا 8 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا درست. اگه مثلا بکنم نصف میشه 13 تا به من نمونه میده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. پس اینجوری میتونید شما سمپل بگیرید از دیتاتون. میتونید بچا سمپل رو نسبت به ستون هم بگیرید. مثلا من یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا ستون دارم، میخوام 2 تا ستون رو به عنوان نمونه برای من بگیره بقیه رو حذف کنه. خیلی مسخره ولی میشه این کارو کرد. میام چیکار میکنم؟ n مساوی 2 میذارم، فقط اکسیس رو مساوی میذارم با 1، 0 یعنی ردیف، 1 یعنی ستون. یا میتونید بنویسید ایندکس کالم، اینجوری هم میتونید بنویسید. یا کنید 2 تا ردیف رو رندوم، دو تا ستون رو رندوم نگه داشت، برقل پاک کرد. یه بار دیگه اجرا کنم دو تا ستون دیگه بهم میده. میبینید؟ تعدادش هم میشه تغییر داد. اگه رو بکنم صفر میشه ردیف. این سه تا ردیف سمپل به من میده. خیلی خوب بچه‌ها، بریم بیام ادامهش بشه جلسه بعدی. فعلا خداحافظ.